به نام خدای بزرگتر از همه چیز، سلام 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 به شما همراهان گرامی. به شما سلام می کنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک. من واقعا از صمیم قلبم به شما سلام می کنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در این دوران سخت و بحرانی حتی الامکان در صلح و آرامش باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و خیلی خوشحالم که پس از مدتی یه بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. Reading comprehension، خواندن، درک مطالب، درک مطلب. A. Read the following paragraph and highlight the most important information. پاراگراف زیر را بخوانید و مهمترین اطلاعات آن را برجسته کنید. مهمترین اطلاعات را برجسته کنید. خب از هایلایتینگ میخوای استفاده بکنیم. اول پاراگراف رو میخونیم. Sharks are not all the same. همه کوسه ها یکسان نیستند. In fact, there are nearly 400 different kinds. در حقیقت تقریباً 400 نوع مختلف وجود دارد. Most sharks never attack people. بیشتر کوسه ها هرگز به افراد حمله نمی کنند. Only a special group of sharks can be dangerous. فقط یک گروه خاصی از کوسه ها ممکن است خطرناک باشند. They kill an average of 40 people every year. آنها به طور متوسط هر سال 40 نفر را می کشند. Let's compare sharks with snakes. بیایید کوسه ها را با مارها مقایسه کنیم. Shark، کوسه، snake، مار. Snakes kill about 60,000 people every year. مارها حدود 60,000 نفر را سالیانه می کشند. And let's not forget that people kill 25 million sharks every year. و نباید فراموش کنیم که انسان‌ها هر سال 25 میلیون کوسه را می‌کشند. خب دوستان، حالا مثلا می‌خوایم که این متن رو هایلایت کنیم. ببینید، sharks are not the same. خب من sharks رو اول برجسته می‌کنم، حالا زیر shark خط می‌کشم، دورش خط می‌کشم یا با اون ماژیک‌های رنگی مشخصش می‌کنم. In fact there are nearly 400 different kinds. خب مثلا روی عدد 400 نوع مختلف زیرش خط میکشم. Only a special group of sharks can be dangerous. خب مثلا a special group of sharks dangerous، اینو مشخص میکنم. مارها رو مشخص میکنم، اینکه مارها 60,000 نفر رو سالیانه میکشن مشخص میکنم، اینکه people kill 25 میلیون کوسه را سالانه اینو مشخص میکنم. دیگه خودتون سلیقه به خرج بدید و مشخص بکنید. B. Now go back to the reading. میگه حالا به متن برگردید. It claims that you can be familiar with useful information to use a dictionary more effectively. طبق آن شما میتوانید با اطلاعات مفید استفاده کردن از لغتنامه به طور مؤثرتری آشنا باشید. Highlight parts of the passage that support this claim.
میگه آن قسمت هایی از متن را که این ادعا را پشتیبانی میکند برجسته کنید. دوستان توضیحی بدیم خدمتتون، در این قسمت از شما خواسته شده که قسمت هایی از متن رو که با استفاده از اونها میتونید به طور مؤثرتری از لغتنامه استفاده کنید برجسته نمایید. در حقیقت این قسمت ها در خود متن هم مشخص شده هستند، ولی ما در اینجا اونا رو بازنویسی میکنیم. دوستان ببینید، وقتی که ما متن رو بررسی میکنیم، الان دقت کنید، نکات رو برجسته کرده در خود متن، 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا یه بار دیگه این نکات رو مرور میکنیم و تکرار میکنیم. اولین نکته گفته چی؟ One, choose the right dictionary. یعنی یه لغتنامه درست رو انتخاب کنید. اولین نکته. Two, read the introduction. مقدمه رو بخونید. مقدمه رو به دقت بخونید. Three, learn the abbreviations. علائم و اختصارات رو یاد بگیرید. خیلی مهمه. Four, learn the guide to pronunciation. راهنمای تلفظ رو یاد بگیرید. Five, read the guide words. لغات راهنما رو بخونید. اینم خیلی مهمه که بدونیم چه لغتی تو چه صفحه‌ای هست. 6. Read the definitions. تعاریف رو بخونید. و 7. Look for collocations. دنبال همایندها بگردید. این نکته هم خیلی مهمه. خب قسمت C, read the reading. گفته متن رو بخونید. Generate questions with the following question starters and then answer them. گفته با کلمات پرسشی زیر سوالهایی بسازید و سپس به آنها پاسخ دهید. What, how, where. خب دوستان تمرین کاملا سلیقه‌ایه. حالا بنده یه سری سوال رو آماده کردم، اونا رو خدمتتون عرض میکنم. میتونید یادداشت بفرمایید. What kind of dictionaries are there? چه نوع فرهنگ لغت هایی وجود دارن؟ There are many different types of dictionaries such as learners, general, picture, etc. خب حالا یه سوال دیگه با What can be confusing when we use a dictionary? If we don't know what the abbreviations stand for. How is a good dictionary? یک لغتنامه خوب چطوریه؟ It gives the user information about words such as spellings, pronunciations and definitions. It also gives examples of how to use the words in sentences. دوستان این نکات در متن اشاره شده پیدا میکنید. حالا سوال دوم در ارتباط با how can we use our dictionary effectively. چطور میتونیم از لغتناممون به طور مفیدی استفاده کنیم؟ The best way is to read its introduction. مثلا Where can we find the first and last entries on each page? There are two words at the top of each page.
that show the first and last entries on the page. خب سوال بعدی در ارتباط با where can we learn words in combinations? Where can we learn words in combination? Through sentence examples. پایان صفحه 54. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه. یادتون نره شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ابوذر حسنوند عموزاده.